تمام چیزایی که مربوط به فولدرهای شما میشه این بالاست، این نیو فایندر ویندو، نیو فولدر رو تو اون خودآموز 18 دقیقه‌ای دیدیم. این نیو فولدر ویت سلکشن هم توی نیو فیچرزمون بود، توی فیچرهای جدید لاین. اگر ندیدید اینجا، اگر چند تا چیز رو انتخاب بکنید براتون یه فولدر جدید از اون سلکشن درست میکنه. شورتکاتش هم کامند کنترل ان هست، ترجیحاً از شورتکاتش استفاده بفرمایید. اما دو تا چیز جدید ما اینجا میبینیم توی این درس، یکی نیو اسمارت فولدره، یکی نیو برن فولدر. برن فولدر رو من اول میگم خدمتون، علتش اینه که خیلی ساده است، کار خاصی انجام نمیده، فقط یه فولدر بر شما درست میکنه. اگر شما چیزی توش بریزید میتونید مستقیما بعدا رایتش بکنید. یعنی اگر خود فولدر رو باز بکنید، مثلا بزنیم اینجا چند تا عکس رو درگ بکنم توش، برای شما یه برنینگ گوشه میذاره که میتونین اینو مستقیما دیگه رایتش بکنید. هرچند که هر فولدری رو هم که خواستید میتونید شما رایت بکنید توی لاین و نیاز نیست الزاما حتما برن فولدر باشه. به طور مثال من اگه اینجا بزنم DVD تست، یه چیزی هم توش درگ بکنم که حالا خالی نباشه، البته میتونه خالی هم باشه، خیلی فرق نداره. اگه انتخابش بکنم میتونم اینجا توی فایل برن DVD تست تو دیسک، که باز همین اتفاق عیناً تکرار میشه و شما میتونید این رو روی DVD رایتش بکنید. یه عنوان دیگه هم اینجا هست، نیو اسمارت فولدر. این نیو اسمارت فولدر ممکنه برای بعضی خیلی کارآمد باشه. در واقع نیو اسمارت فولدر شما یه سرچه، یعنی خودش فولدر خاصی نیست، فقط یه سری آدرس و یه سری سرچ ریزولت توش هست. به طور مثال ممکنه شما یه سری فیلم کپچر کرده باشید که مووی باشن و اسم همشونم به طور مثال تو نیمشون کلیپ وجود داشته باشه. این میاد همه اونا رو برای شما یه جا جدا میذاره توی فولدری که هر موقعی اگه احیانا چیز جدیدی هم کپچر کردید با باز کردن این فولدر که زنده است، یعنی در واقع همیشه آپدیت میشه و همیشه چیزهایی که شما اینجا میبینین توش تغییر میکنه، بتونید دیگه راحت به همه اون فایل ها و محتویات دسترسی داشته باشید. در این حال این کار رو میتونید برای عکس هم انجام بدید، مثلا ایمیج هایی که اسمشون امیر توش داره. دیگه اینو دائم برام میاره، اگه احیانا بعدن من چیزی رو به اسم امیر سیو بکنم دیگه توی این فولدر دیده میشه. اگر شما بیایید اینجا بخواید این فولدر رو ببندید، بهتون میگه نمیخواید سیوش بکنی، من سیو رو میزنم و مثلا توی دسکتاپ اسمش رو میذارم پیکچرز امیر سیو. از اینجا بعد دیگه حالا هر چی عکس داشته باشم تو کل هاردم، تو تمام مجموعه هم اینجا دیده میشه. آیکونش هم یه همچین شکلی میشه و تغییر میکنه. اگر شما فایلاتون رو توی برای تدوین کپچر کردین، چند جا کپچر کردین، همشون با یه اسم شروع میشن، همشون یه مشخصات خاصی دارن، این میتونه خیلی به دردتون بخوره. در عین حال برای کسی که عکاس هستن و میخوان تمام عکساشون رو یه جا همیشه بتونن ببینن با یه سرچ ریزولت، یعنی یه همچین چیزی، فکر میکنم خیلی راحت و کارآمد باشه.